جانی دپ یا امباپه، چه اتفاقی میفته که برند دیور بعد از 6 سال مدل معروف خودش رو تغییر میده؟ ویلکام بک، به بررسی دیگه از عطر یانی خوش اومدین. قراره تو این بررسی خیلی کامل و مفصل بپردازیم به اینکه چه اتفاقی افتاد که برند دیور جانی دپ رو گذاشت کنار و کیلیان امباپه جوون رو جایگزین اون کرد. و یه توضیح خیلی ریز در مورد ساویج دیور و ساویج الکسیر هم قرار براتون بدیم. خب بچه ها، یعنی خوش اومدیم به بررسی دیگه با من و صالح. میدونم که دلتون اصلا برای صالح تنگ نشده بود. خیلی وقت بود بررسی دو نفره نساخته بودیم، ولی خب از اونجایی که این بررسی بین دو تا شخصیت بود ما گفتیم که بیایم این کار رو انجام بدیم و صالح هم بیاد که یه بررسی باحال داشته باشیم. ما اومدیم جدا از اون، اومدیم یه دونه تستر ساویج الکسیر رو دیروز زدیم، دوتاش هم صبح زدیم و زور زدیم که ببینیم به ترتیب چجوری میشه که بتونیم آنالیزش هم بکنیم، تست کیفیت چم اینجا بهتون بگیم و یه تغییر کوچولو هم یک بررسی خیلی کوتاه در حد یه دقیقه هم این دوتا رو با ساویج معمولی مقایسه کنیم. خب اول از همه راجع به همین قضیه امباپه و جانی دپ صحبت کنیم. خب چی شد داستان؟ چیه عجیب غریب بود این داستان؟ این که بعد از حدود فکر می‌کنم 6 7 سال که دیور کاملا داشت با جانی دپ خیلی خوبم داشت جواب می‌گرفت از این قضیه، یهویی گذاشتش کنار و امباپه رو آورد وسط کار. خیلی هم از این ور باز اومد با همین حرکتی که زد کلی خبرها رو به سمت خودش جلب کرد دوباره. خیلی هم خوب بود امباپه. سال 2015 تا همون سالی که ساویج دیور رو معرفی کرد، از همون سال هم مدلش شد جانی دپ دیگه. بله، تا همین الان. ولی یه جالبی داره که همون سال 2015 خیلی ترد شد جانی دپ توی صنعت سینما، هم از طرف دیزنیلند هم از سمت برادران وارنر که اینا دوتا از شرکت‌های غول فیلمسازی آمریکا هستن، ترد شد. و خب اومد کار جالب کرد، با اینکه ترد شد دیور اومد همون سال باش قرارداد نوشت، حمایتش کرد. حالا چند تا مسئله، حالا ما میگیم، حالا نمیگیم داستان چیه. من فهم میکنم وقتی شما ببین وقتن کس یه سری آدما شما رو ترد میکنن به عنوان یه آدم قوی، خب شما دیگه اون قدرت رو نداری، بعد میتونی با هزینه خیلی کمتر بیا خب با شرکت همکاری کنی، ولی خب طرفدارات رو داره دیگه، فقط کمتر دیده میشی یا کمتر مثلا حضور داری. میشه اینم گفت دیگه، میشه گفت هم اومده حمایتش کرده، هم 100% وقتی شما وقتی دو تا کمپانی دیگه باهات نمیخوان کار کنن و خب فیلم قرار نیست بازی کنی زیاد دیده نشی، خب قیمتت کمتر میشه دیگه، خیلی طبیعیه. از اون سال شروع کرد. آره بعد از این همه مدت یه هایی بدون هیچ خبر قبلی این کارو کرد و خیلی هم بگم عجیب بود، نمیدونم حالا باید برسیم دقیقش. حالا من یه چیزای خوندم اونا رو باید بگیم که ما خودمون هم خب بالاخره متوجه میشیم دیگه داستان چیه. سال 2015 تا همین چند وقت پیش بود دیگه، یه کلیپ با فرانسو دوماچی یا دوماشی، بازم هم بعضی میگن دوماچیه دوماشی، ما دوتاشو میگیم که کسی دیگه نهید کامنت در مورد اسمشون بذاره، پرفیومر تخصصی شرکت دیوره. اومدن سر یه میز بود در مورد ساویج دیور صحبت کردم، بعد یه نشونه هایی هم دادن برای ادامه، یعنی ساویج الکسیر، و ما خیلی منتظر این بودیم که یهو بیاد با الکسیر بیاد جانی دپ بترکونه. اتفاقا چون خیلی هم اون تیزر اولی که گذاشته بودن با هم دیگه خیلی خاص‌تر نسبت بقیه‌شون بود، اولین باری بود فکر کنم توی ویدیوهای دیور جانی دپ داشت صحبت می‌کرد، قبلا اصلا صحبت نمی‌کرد تو ویدیوهاش، فقط یه تیزری بازی می‌کرد. آره، یعنی کاملا مشخص بود که این ساویج الکسیر واسه جانی دپ، همه انتظارشو داشتن، یعنی ما هم انتظارشو داشتیم، اصلا قرار بود جانی دپ باشه. آره. همون سالی هم که اصلا این اتفاق افتاد، دیور و جانی دپ شروع کردن همکاری، یه هشتگی به اسم دیور و جانی دپ ترند شد، یعنی چندین میلیون آدم اینو اومدن هشتگ کردن و خب اونجا یک جورایی هم میشه گفت که یه جوری دهنکجی کردن به برادران وارنر و دیزنی که گفتن آقا زیاد اصلا مهم نیست شما بخواید یه نفر رو ترد کنین، اصلا اون قرار نیست کنار گذاشته بشه و میتونه توسط خود طرفداران و مردم دوباره احیا بشه و بیاد بالا. ولی خب دیور هم کمک کرد. در مورد دیور چیزی به من گفتی که گفتید فقط همکاری دیور با امباپه نیست،
آره با امباپه فقط اتفاقی نبودی که یه هو بره سراغش، اتفاقی نیست نه، اصلا دیار نزدیک فکر میکنم دو سه ماه پیش بود که کلن ست کچلواره کل تیم پاریس سن ژرمن داره میزنه و به مدت 3 سال هم دیگه قرارداد بستن و از اون سم خب امباپه هم قطعا چون تو پاریس سن ژرمن قطعا خیلی راحت تر میتونه، فرانسویه، دیار هم فرانسویه، بهترین بازیکن فرانسه سران، این بهترین گزینه رو واسه این کار انتخاب کرد. توی هنرپیشه رفت جانی دپ انتخاب کرد که از محبوب ترین بازیگرا رو الان که دیگه دیده توی بحث فیلم سازی و اینا نمیتونه دیگه از اونجا پول در بیاره، اومده سمت ورزشکارا. چاه نفت، آره اندازه نفت داره. اون چاه نفت جانی دپ به نظر من دیگه خالی کرد. آره. این 6 سال اصلا اون دیور الان اومد از این کار بیرون، اومد از جانی دپ اومد بیرون، ولی مشتریاشو داره چون عاشق من حتی ثابت شدم. بله نه که بعد میگرفته گرفته مخاطب جدید میخواسته. آقا خیلی جذابه، من داشتم نگاه میکردم 11 میلیون فالووره جانی دپ کجا؟ 64 میلیون فالووره. البته شاید همین الان بشه 65. آره. آره. ولی خب خیلی دقیقاً 5 6 برابره. و من چیز جذاب دیگه هم خب خوندم و خودم هم خب طبیعیه دیگه، وقتی بخونی میگه آره دیگه خیلی طبیعیه. این بود که بابا مثلا جانی دپ سالی 3 تا فیلم میتونه بازی آره. کنه. 3 تا 2 ساعت مثلا شما تو سینما میای فیلمش رو میبینی. ولی یه فوتبالیست همیشه هست. یعنی هفته 90 دقیقه بازی داره. شما هر هفته داری میبینیش. هر ماه داری به مدت طولانی می‌بینی. جام جهانی هست، جام ملت‌های اروپا هست، تیزرهای تمریناشون هست. خب این خیلی بیشتر تو چشم دیگه درگیر میشه تا جانی دپ یه فیلم دوزان در کارهای بازی میکنه، میره تا باز 6 ماه 7 ماه 8 ماه دیگه بازی فیلم دیگه بازی میکنه. خب من فکر می‌کنم دلیل یکی از دلایلی هم که دیور اومد یه جا خالی ریزاد رفت سراغ امباپه چند تا دلیل داشت. اولیش این که خب مخاطبین جدید میخواست، گرفته بود هم مخاطبین جانی دپو، یه 6 سال تخلیه کرده بود دیگه هرچی میخواست از جانی دپ. داستان بعدش هم اینه، این اختلافات اخیری که با خانومش داشته و خب اینو یه مقداری از سمت خانوما منفور کرده. حالا اینکه دیور هم خب نصف بیشتر کاراش زنونه است دیگه، فقط اوتکلون که نیست، کلی کار لوازم آرایشی هم داره، لباس زنونه داره. من فکر می‌کنم یه مقدارم ترسید از این قضیه که مخاطبین خانومش رو به خاطر جانی دپ از دست بده، چون اینا خیلی اینا براشون مهمه. یعنی یه اتفاق کوچیک تو صنعت توی کیک سکرت هم این اتفاق افتاد، دقیقاً باز کلی فروشش اومد پایین به خاطر هم مدلاش. آره دقیقاً. ببین اینا خیلی مهمه. چند تا مسئله داشت دیگه، من میگم شاید مثلا یکیش اون بود، یکیش این بود، یکیش هم همین اتفاقات اخیری که با خانمش داشت، حالا تکذیب شده چی حالا ما کار نداریم، ولی خب همون شایعه که به وجود بیاد کلی اتفاقات. آره ولی خب باز همین اتفاقی که تو گفتی کوچه‌واره دیور رو انجام میداد، دیور کوچه‌واره پاریس سن ژرمن انجام میداد، خب این خیلی نزدیک‌تر کرد و خیلی راحت‌تر کرد کارو. که الان داره دیور این کارو انجام میده، مثلا بنزما هم جزو کسایی که توی دیور داره کار میکنه، برای اوتکلونش نه ولی واسه لباساش داره مدل شده دیوره، اونم هستش. بنزما هم جزو فوتبالیست‌ها هست، خب فرانسوی هم بیشتر این کارو داره انجام میده. قبلا اینجوری نبود، تو برندهای فرانسوی بیشتر مدل‌های آمریکایی بازی می‌کردن، مدل انگلیسی بازی میکردن، مثلا همین رابرت پاتینسون دیگه، نه انگلیسیه مدل دیور، ولی دیور همشه. آره خیلی کم معمولا از مدل فرانسوی استفاده میکنن، مدل مطرح چون آمریکا انگلیسی هم میشه تو فیلم ها، ولی خب اومده سراغ بازیکنهای فرانسوی که خب دیگه یه جورایی هم میشه تولید ملی میشه دیگه، تولید ملی میشه یه جوری از خود فرانسوی داره استفاده میکنه. بس خب بس شد به نظر ما. یکی اینکه آقا تخلیه کرده بود دیگه کل سیستم جانی دپو، مشتریاشو گرفته بود، طرفدارشو گرفته بود و 6 سال هم گذشته بود، کلی هم حاشیه‌های منفی داشت جانی دپ. موضوع دومی بود. موضوع سوم هم طبیعیه دیگه، طرفداران زیادیه که امباپه نسبت به جانی دپ داره. طرفدارا قطعاً تا چند ماه دیگه خیلی بیشتر میشن، چون قراره امباپه تیمشو عوض کنه، واسه طرفدارای اون تیمم باز فالوور این میشن. آره دقیقاً. یا این سومین دلیلش همین تعداد فالوور بود. بعد مهمترین دلیلش من همین فوتبالیست بودم و بیشتر تو چشمونه و بیشتر دیده شدن است دیگه. ما خودمون خیلی دیگه آقا خودمون که گول نمیزنیم. از اون طرفم هم همه ساویج با جانی دپ میشناسن دیگه. حالا ریسکی بود که کرد، ولی خب به نظر من اینکه یه فوتبالیست، یعنی فوتبال خیلی طرفداران بیشتری داره توی دنیا به نظر من، تو صنعت نسبت به صنعت فیلم، و هر چقدر من بخوام دفاع کنم، خودم من عاشق فیلمم، یعنی فوتبال دوست دارم، ولی خب فیلم و جانی دپ و اینا رو خیلی بیشتر دوست دارم نسبت به ورزش. بخوام مقایسه کنم فیلمو بیشتر دوست دارم، ولی خب طبیعیه دیگه. شما نگاه کنید تو هر رنج سنی، مثلا 16 17 15 ساله نمیاد دوزان در کاربون نکنه، ولی بازیای تیم ملی پاریس سن ژرمن اینا رو میشینن نگاه میکنن. و خب طبیعیه دیگه، بیشتر طرفدار داره اصلا. خب تو چیزش هم معلومه دیگه، 64 میلیون 11 اصلا اختلاف وحشتناک. ویاهای
پستاش هم ما نگاه میکردیم مثلا قابل مقایسه نبود. خب طبیعیه دیگه، برندا فکر میکنم از این به بعد دیگه بیان سراغ ورزشکارا، یا ورزشکارا یا اونایی که چون صنعت فیلم من فکر میکنم مجازی محسوب میشن الان خیلی داره بیشتر جواب میده. صنعت فیلم یه جورایی الان من فکر میکنم نسبت به فوتبال خیلی نتونست خودش رو همگام کنه و نمیشن. با هم بیام بالا، خیلی با سرعت تر اومد بالا. خب بریم به قسمت این تستره عطر. ما اینا رو اومدیم این فکر میکنم دیروز بود زدیم. چقدر این ساویج الکسیر خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینجا ما نوتاشون رو داریم، نوتاشون رو ببینیم. خب یک دلیل دیگه هم میتونه این باشه که حالا اون کیفیتش خوبه. این عالیه، این فکر کنم بعد فکر کنم 24 ساعت 24 ساعته؟ این بعد 12 ساعته. اون قاطی نشه اینا که نه نه این دست خود داشته بذار دست خود داشته. این هم 6 ساعت بین 6 ساعت 12 ساعت زیاد فکر نکنم فرق نه باشه. نه زیاد فرق یکی از دلایل اینکه 12 ساعتش فکر کنم خیلی خوب بوده. این 24 ساعت هم خیلی خوبه. آره قشنگ خیلی خوبه. خب ببینین توی ساویج دیور توی شروعش ما برگاموت داشتیم و فلفل سیاه، ولی تندیش به اندازه شروع این نیست. دقیقا این خوب اصلا با قدرت شروع میشه. چی داریم؟ دارچین داریم، جوز هندی داریم و هل و گریفروت. گریفروت. شما کدومش رو بهتر متوجه میشی؟ تو تاپ نوتش اصلا عجیب غریب گریفروت توی دارچین و اصلا خیلی پیچیده است. نمیتونم هیچ کدوم از اینا به غیر از استقادوسی که مثلا میدل نوتشه من هیچ کدوم دیگر خیلی سخت خوبه. اصلا خیلی کم پیش میاد که شما بیای بعد از یه کار موفق یه کاری بزنی که اندازه اون باشه. این به نظر من از ساویج دیور باز رد خیلی. کرده خیلی بهتر. اصلا من خودم توقع نداشتم، یعنی اولش هم که یه بررسی ساختم چند با پیش که میخواست بیاد نوتاشیده بودم میگفتم آقا بازی با نوتاش هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، ولی خب وقتی که برای اولین بار لانچ شده بود ما همونجا هم نمایشگاه خارج از ایران بودیم، نمایشگاه عطر بود، رفتیم خود غرفه دیور بوک کردیم. اصلا یه استوری هم گذاشتم بودم آقا اصلا من اشتباه کردم، اصلا این یه چیز دیگه است. اصلا این تست ساویج الکسیر فوق العاده است، یعنی حالا اگه یادتون باشه من بررسیشو ساختم و گفتم که بازی با نوتا اتفاق افتاده، خیلی اتفاق خاصی توی این عطر نیفتاده، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود، فوق العاده بود. ما تسترشو گرفتیم و این فکر میکنم یکی دلایلی که مدلش هم عوض کرد همین بود، کاملا عطر رو تغییر داده و اومده مدلش هم عوض کرد. آره بعد یه چیز جالب، من این عطر رو به چهره سبز امباپه فکر میکنم بیشتر بیاد تا یه سبزیجات خیلی خاصی تو داره. آره بعد با نمک هم هست بوش، یعنی همون نمک چهره امباپه هم من فکر میکنم آره خیلی خوبه. خب ببین توی تاپ نوت ساویج دیور ما برگاموت و فلفل داشتیم، ولی تو این دارچین داشتیم و جوز هندی و هل و گریفروت. گریفروت نوت مشترک نداشتیم. نوت مشترک نداشتیم. توی قبلی ما باز فلفل داشتیم و سیچوان پیپر، یعنی همون فلفل سیچوان. استقادوس داریم، فلفل قرمز، صورتی، ویتیور، پچولی، شمدونی و اونم که فکر میکنم آخری هم باید چیز باشه، کهربا باشه. این اومده چیکار کرده؟ اومده 5 6 تا 7 تا میدل نوتش رو حذف کرده، کلا یه استقادوس گذاشته و خیلی هم از همهشون مشهورتره. و توی تاپ بیس نوتش هم کاملا عوض کرده، کاملا عوض کرده. یکی از مهمترین نوتایی که حذف شده آمبروکسانه که کاملا تو ساویج دیو مشخص بود، اینجا اصلا نیست. خیلی خوبه. پچولی هم خوب. بی خود نیست بهترین عطر مردونه دنیا شد امسال. اصلا عجیب غریب خوبه. من تمام ریویورهای خارجی رو هم نگاه کردم. خیلی جالبه ها. یه نفر نمیاد مثلا یه ذره از این عطر بد بگه. نه اصلا واقعا اینجا ایراد نداره. بعضی خب کیفیت درشون مهمه. بعد از دیورهوم اینتنس این بهترین عطری بوده. دقت کردی دیورهوم اینتنس هم یه مقدار توش داره. اون تلخ و گرم بودن و شیک بودن دیور هم به عنوان بهترین عطر ادوار اخیر چیکار میکنه این فرانس و دوماشی اصلا عجیب غریبه. هرچی پیر میشه عطرش جافته تر میشه، هرچی پیر میشه کاراش اصلا جذابتر میشه، انگار که مثلا وارد یه دنیای دیگه از عطرسازی شده. اصلا خیلی سخته که مثلا شما بیایم یه نسلی رو
سنت مثلا 70 سالته، بیا یه نسل رو بفهمی براشون بسازی تو اون سن. حتی عد زیاد مثل مد نیست ولی بازم خیلی مهمه دیگه. ببین مثلا ساله نسبت به رنج سنیش داره دوست داره، منم نسبت به رنج سنیم دوست دارم. خانم ها ما این مدت خیلی رو خانم ها بچه های ما تست میکردن، خانم ها چقدر دوست داشتن، چقدر کیف کردن با بوینن و اصلا نه رنج سنی داشت، هیچی نمیشناسه اصلا. خیلی خوبه، همه جوره خوبه، خیلی خوبه واقعا. میتونیم لقب امباپه رو بهش بدیم. یک شگفت انگیز، یک استعداد جدید، استعداد جدید به اسم آره الکسیر امباپه، یک اصلا عجیب غریبه به نظر من. در ادامه قراره چه اتفاقی بیفته؟ اگر شما اینو بو کنین و به امباپه فکر کنین، متوجه میشین که دیور بسیار هوشمندانه انتخاب کرده واقعا. شاید بهترین عطر سال 2021 با مدلش بشه بهترین عطر سال 2022، یعنی اون بهترین بازیکن دنیا بشه. شاید هم قدم خیریه که این اتفاق براش بیفته. آره ولی خب خیلی خوبه. کیفیت رو از 1 تا 10 چند به الکسیر میدین؟ از نظر کیفیتی اصلا طبیعی بودنش رو من مثل کاره کرید میدونم، توی حالت طبیعی بودن نوتش 10 میدم کاملا، توی حالت طبیعی بودن موندگاری عالی، پخش بوش رو حقیقتا تست نکردم ولی از چیزی که دارم میبینم به راحتی میتونم بهش 9 بدم از 10. اصلا عطر نیست که بتونم ازش ایرادی بگیرم واقعا. ایراد نمیشه گرفت واقعا، نمیشه. بعد همه پسندن، اصلا اینجوری نیست که فقط یه سری آدمای خاص بپسندنش. ولی خب من شخصا خودم اون قدرت رو توش حس کردم و انقدر خوب تاپ نوت و میدل نوت و بیس نوت رو توی هم حل کرده واقعا. مثلا ببینیم بعضی عطرها شما وقتی میمونی متوجه میشی، یعنی یه رو دیگه بو خیلی تغییر کرده. این اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست که خیلی تغییر کنه و یه اتفاق خوب برای کسایی که تغییر عطر شاید اذیتشون کنه. مثلا تاپ نوتشو دوست دارن، وقتی میرن خونه بو میمونه تغییر بو داره اذیتشون میکنه. این بویه که یه ثبات توی بو داره، شاید کیفیت مثلا قوی باشه کم کم ضعیف بشه، طبیعی هم هست، ولی یه ثبات نوت توی نوت‌ها شما توی این داری. یعنی شما اینو بعد 24 ساعت بکنی هم برو متوجه همون بویی که هوا اسپری میکنی دقیقا تو یک مثلا شاید 90% همون شکلی باشه، یه کوچولو شاید سنگین تر باشه، سنگین تر تو شروع، سبک تر در ادامه، و اگر نه اتفاق خاصی توی این عطر نمیفته. این به نظر من یک یکی از بهترین عطرهای دنیا میشه در شد دیگه دارم. الان بهترین نت شد، ادوار اخیرم که دیورهام اینتنس اومده، به نظر من یه ریزم از همون زده که بتونه همشو با هم داشته باشه. خیلی عطر خوبیه واقعا، یه عطر فوق‌العاده است. خب اگه چیزی هست بخوای اضافه کنی، زنگوله بغل، من مثل همیشه اینا رو میگم لایک کامنت دست شما در نکنید. مرسی از اون سری از دوستان که ما رو حمایت میکنن، این کارا رو انجام میدن. به پایان یه بررسی دیگه رسیدیم، یه بررسی متفاوت، هم اومدیم پرداختیم به مدل‌های قدیمی و جدید برند دیور و هم یه خیلی ریز اومدیم پرداختیم به دیور قدیمی و الکسیر که چه تفاوت‌ها و چه کیفیت‌هایی داره. مرسی که تا آخر یه بررسی دیگه با من و صالح بودیم. مثل همیشه ما رو حمایت کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین و همینطور که میدونین عطر بازار همه عطریانی رو میشناسن.